ظاهرا تنش ها میان کابل و واشنگتن جدیتر شدند. رئیس جمهور کرزی در یک هفته اخیر دو بار امریکا را به همسویی با طالبان متهم کرد و خواستار انتقال سریع زندان بگرام از نظامیان امریکایی به نیروهای افغان شد. عدم توافق بر سر خروج نیروهای ویژه امریکایی از میدان وردک نیز به این تنش ها افزوده است. حال هم از همکاران تکنیکی ما آرزو دارم تا کلیپ های را در رابطه که هست به نشر بسپارم. بمب هایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود. خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه نرن. به طالبان و مشنان که پکرد و پاکستان هوای هر روز در دنیا مختلف و پایتختو تسفر کنی به خاص و تایرو مش بخبریم. او هر در خارجان سر خبری کنی. دوی میشه در مخب فرانسه که ناستو. هم در خارجان سر، هم در افغانستان در زین سیاسیون سر. کنو ناست؟ پا پاریس که نا؟ هر در ناس در افغانستان در سیاسیون سر پا پاریس که خبری که در در پخوز که بچه در افغانستان وشنی. در عجبه. هر در پاریس که در فرانسی در حکومت سر ناستی. چای کافی ورزر تشه دو دوی پا قصرو که دلتا بیا پا کابل که کن نوشنی او زور امریکیه توش کارگه پا پاریس که شکلیه تو سر اپنی پا کابل که کن نوشنی و واضح خبره ده چه خدمت ده بل چا دی کار مصر دوتا امریکا مشتری کلی دید چید افغانان ده کز مصر مرحمت رو کی تاکی مشتی ولار راتی شد، مش دوستان خرداف کن. مش تو چیست راست بلا خرداف نه بیام خوب سر. نو پیل من کی تا من عبید بودی. زاینوی مالی جی مشتی نشان رو راتی شش روز داره خارجی نی داره پلان کرده. تا وقتی اکاسی کن دیگه پر کار کردی. دیم را پودیش مش پر پسی. اما راه برون رفت از این مشکل چیست؟ در وقت آیا واقعا رابط میان کابل و واشنگتن تیره شدند؟ عوامل و انگیزه های از این تیرگی چیست؟ و این تنش ها چه تأثیری بر رابط دراز مدت ایالات متحده امریکا با افغانستان خواهد داشت؟ آیا رئیس جمهور کرزی میخواهد امریکایی ها افغانستان را ترک کنند؟ در کنکاش امشب آقای ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی با ما است که نخست از همه برشان خوش آمدید میگیم و تمام از این حرفا را با اونا در میان خواهیم گذاشت. نخست خوش آمدین آقای فیضی به برنامه. یک نگرانی هست، برخی ها میپرسن که آیا آقای رئیس جمهور به گونه ای که تندتر میتازه به ایالات متحده امریکا در اعلام جهاد بر ضد امریکایی ها جدی هست؟ تشکر. بارز سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع و همچنان همکاران محترم شما. ببینین اظهارات اخیر رئیس جمهور در ارتباط به برخی از مسائلی که رابطه میگیره به روابط میان افغانستان و ایالات متحده امریکا ناشی از است که در این اواخر روی یک سلسله مسائل بسیار استراتژیک میان کابل و واشنگتن اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود داره. از او جمله یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهمی که است که موضوع انتقال مسئولیت های زندان بگرام است به جانب افغانی. من امین نکنون که به طرف استدیو شما میامدم، رئیس جمهور کشور تماس تلفنی داشت با وزیر دفاع ایالات متحده امریکا آقای چک هیگل و در این تماس تلفنی روی موضوع انتقال زندان کامل بگرام صحبت صورت گرفت و خواست ایالات متحده امریکا و یا وزیر دفاع ایالات متحده امریکایی بود که برایشان یک هفته دیگه هم مهلت داده شده و یا وقت داده شده تا هر چی زودتر انتقال صورت بگیره. یک بار دیگر تقاضای یک هفته دیگر کردن یک هفته تا یک سلسله کارهایی که در این راستا هنوز باقی مانده که البته کارهای حقوقی است و یک سلسله مسائل دیگه است که باید دو جانبه روش مذاکرات صورت بگیره و به یک نتیجه برسه تا باشه که در ظرف یک هفته انتقال صورت بگیره. در جواب رئیس جمهور کشور گفتن که این چندمین بار است که جانب امریکا و عدم میتن که زندان انتقالش صورت میگیره. متاسفانه ما میبینیم که در عملی کار صورت نگرفته. ببینید در سال 2000 سال گذشته در ماه مارس سال گذشته تفاهم نامه برای انتقال کامل مسئولیت های زندان بگرام میان کابل و واشنگتن به امضا رسید و به اساس این تفاهم نامه قرار بود که در ظرف 6 ماه یعنی در ماه سپتامبر سال گذشته انتقال صورت میگرفت که متاسفانه این کار صورت نگرفت و انتقال هم که صورت گرفت و یا مراسمی که هم بود غیر واقعی بود.
به شکل سمبولیک انتقال صورت گرفت، اما در اصل مسئولیت های زندان، اداره زندان به شکلی که باید کاملا به جانب افغانی انتقال پیدا میکرد، انتقال صورت نگرفت. بعدا در سفر اخیری که رئیس جمهور با واشنگتن داشتن، در اونجا با مقامات امنیتی و دفاعی آمریکا در مذاکراتی که صورت گرفت، همچنان در مذاکراتی که رئیس جمهور حامد کرزی با رئیس جمهور باراک اوباما داشتن، در اونجا هم موافقه روی از این صورت گرفت که هرچی زودتر انتقال صورت میگیره، یعنی مسئولیت های زندان انتقال میابه، که متاسفانه این کار نشد. پس در صحبت امروز هم رئیس جمهور یک بار دیگه تاکید کرد که این وعده چند بار صورت گرفته اما متاسفانه تا بال انتقال صورت نگرفته. خب باز هم هر دو جانب روی از این موافقه کردن در این تماس تلفنی که امروز صورت گرفت که در ظرف یک هفته این کار صورت خواهد گرفت و یک هفته دیگه هم چون که مهلت خواسته شد از جانب وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور یک هفته مهلت برشون داد. بله آقای فیضی، نگرانی مردم در اینجا است که تنش ها در رابط می باشه، حرفای هست مطرح میشه، دیپلماسی بر خاطر زمین جور شده که کشورهای با هم دوست و یا حتی کشورهای که با هم تنش در رابط داشته می باشن مسائل حل میکنن. یکی از مشکلات افغانستان رسانه‌ای شدن از این مسئله است که عمدتاً برداشت های متفاوتی در جامعه از او صورت میگیره. شما میفهمید پیام های رئیس جمهور شاید از دیدگاه خودشان یا از دیدگاه شما که در کاخ هستین کاملا رئیس جمهور درست باشه، ولی پیامی که به مردم میرسه گاهی شاید بازتابش یا بگونی روی یک تاثیر بیشتر جدیتری از او داشته باشه. علتی که بحث رسانه‌ای شد از دید شما چی بود؟ تشکر. ببینین، من پیشتر گفتم که یکی از مواردی که باعث تنش در روابط میان دو کشور شده موضوع عدم سپردن زندان بگرام است به جانب افغانی و یا انتقال مسئولیت ها در زندان. در این باره شما در جریان هستین، من قبلا هم اشاره داشتم، تکرار صحبت هایم نشه که یک تفاهم نامی در این باره یک سال قبل به امضا رسید و باز همون جا آقای فیضی من میخوام یک پرسش اساسی مطرح کنم. اینجاست که وقتی زندان تسلیم نمیشه اما رئیس جمهور دو بار بسیار بگونی واضح در صحبت های خود امریکا را به حمایت از طالبان یا همسویی با طالبان متهم میکنه، چه ربطی در اینجا میتونه وجود داشته باشه از نظر شما؟ تشکر. باز میام به موضوع زندان بگرام. یکی از مواردی که اختلاف نظر جدی وجود داره موضوع زندان بگرام است. پالی از ادامه عملیات های خودسرانه مسئول نیروهای خارجی، نیروهای ائتلاف، داشتن ملیشه ها و یا ساختارهای موازی نظامی که از او در عملیات استفاده میشه، عدم احترام به حاکمیت ملی افغانستان، عدم وضاحت در قسمت پاکستان، یعنی موقف ایالات متحده آمریکا در قسمت پاکستان و در جنگ علیه تروریسم، عدم یک تعریف مشخص از تروریسم که افغانستان با او موافق باشه، چگونگی جنگ علیه تروریسم، همش از مواردی است که از سالها به این طرف رئیس جمهور کشور همواره کوشش کرده که در مذاکرات دو جانبه جانب مقابل ایالات متحده آمریکا مقامات آمریکایی را به قانع بسازه که ما در این موارد نگرانی ها داریم. ما سند همکاری های استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا به امضا رساندیم، یکی از اهداف با امضای این سند ای بود که ما خواستیم یک فصل جدیدی در روابط میان دو کشور باز شود، تا باشه که او خطاها و یا او اشتباهاتی که در طول یک دهه گذشته صورت گرفته با امضای این سند همکاری های استراتژیک با باز شدن یک فصل جدید روابط میان کابل و واشنگتن او اشتباهات باز تکرار نشه و در این فصل جدید روابط که باید آغاز میشد ایالات متحده آمریکا افغانستان هم نیست یک کشور دوست و کشور که متحد استراتژیک و یا همکار استراتژیک با افغانستان برخورد میکرد و او نگرانی هایی را که مردم افغانستان در طول یک دهه گذشته داشت رئیس جمهور کشور بارها به او اشاره کرده و در مذاکراتی که انجام داده تا بال همواره در او باره موقف ما روشن بوده، به او نگرانی های افغانستان توجه میشه که متاسفانه باز هم به او نگرانی ها توجه نشد. پس زمانی که از طریق دیپلماسی و از طریق مذاکرات دو جانبه در عقب در حوزه های بسته ما میبینیم که اون نگرانی هایی را که حکومت افغانستان داره، مردم افغانستان داره و شخص رئیس جمهور داره، اون نادیده گرفته میشه، به اون توجه جدی نمیشه و در اون قسمت اقدامات عملی صورت نمیگیره از جانب عملی از جانب ایالات متحده آمریکا. اموسته که رئیس جمهور با چنین نظارت چی میخواد؟ یکی میخواد که امون نگرانی هایی را که رئیس جمهور داره، او را هم با مردم خود شریک بسازه و هم با جامعه جهانی، و سوی دیگه ما خواهان با وجود آوردن یک سلسله اصلاحات هستیم در استراتژی ایالات متحده آمریکا و در سیاستش در قبال افغانستان و در منطقه، که وقتی میبینیم که در جریان مذاکرات دو جانبه در عقب دروازه های بسته این نگرانی های افغانستان جدی گرفته نمیشه، ناگزیر رئیس جمهور با چنین اظهارات قسمی که بیشتر گفتم از یک سو میخواد که مردم افغانستان در جریان بگذاره و سوی دیگر جهان، و هم خواهان یک نوع بازنگری است از ایالات متحده آمریکا در استراتژی خود برای افغانستان. در همین جا یک نگرانی دیگه ای است که گاهی
تلاش های رئیس جمهور برای ایجاد یا ساختن افکار عامه به خاطر آوردن فشار در این مناسب در این رابطه یا مناسبت ها یک نتیجه دیگه می داشته باشم. ما امروز اعلامیه شورای سرتاسری شورای علما را داشتیم که در یک موردش بسیار جدی هست که حکم خداوند را برای مسلمانان گفته که هیچ وقت حاکمیت کفر را نمی پذیره و بسیاری استنباطی که از این می کنن یا آنچه در بیرون در دیده شده، حتی این حرف به اون سوالی که من کردم که واقعا شما در اعلام جهاد بر ضد کفاری که در افغانستان حضور دارن حکومت افغانستان جدی هست یا نیست، با توجه به این قضیه تا امی حد نزدیک ساخته و آنچه که شما در خبرهای امشب هم دیدین، سخنانی که در مسجد پرخشتی هم مطرح شد، تقریبا بیشتر افکار داره به گونه شکل میگیره که یک نگرانی وجود داره که حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بیشتر شما در طول 10 سال گذشته بنابر فیصله شورای امنیت و خواست حکومت افغانستان مطرح کرده بودین، حال دارن اینو مقایسه میکنن با اشغال که روس‌ها افغانستان را اشغال کرده بودن. از این بابت چقدر نگران هستین شما؟ تشکر. ببینید، یقینا که در طول یک دهه گذشته فراز و نشیب های وجود داشته در روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اما افغانستان هم مره خواسته تا روابط خود با ایالات متحده آمریکا گسترش ببخشه. ما خواهان استحکام روابط میان کابل و واشنگتن هستیم. به همین دلیل بود که ما سند همکاری های استراتژیک به امضا رساندیم و قرار است یک سند امنیتی دیگه که جزء از سند همکاری های استراتژیک است او هم میان دو کشور به امضا برسه. فلحاظ این خود بنگر عزیز است که افغانستان میخواهد که با ایالات متحده آمریکا رابطه قوی داشته باشه، رابطه استراتژیک داشته باشه و با افغانستان منیسه یک کشور و یک متحده استراتژیک برخورد صورت بگیره. البته هر رابطه که ما میخواهیم با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم باید در این رابطه یک احترام متقابل وجود داشته باشه، به حاکمیت ملی افغانستان احترام شود و به افغانستان منیسه یک کشور مستقل دیده شود. خب حالت فعلی که به وجود آمده خصوصا بعد از اظهارات اخیر رئیس جمهور کشور و اعلامیه که سوی شورای علما امروز به نشر رسیده و اظهارات مولوی صاحب بلیغ که شما به او اشاره داشتیم، متاسفانه که نتیجه امی حالت هست که به نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان توجه نشده سوی ایالات متحده آمریکا. چرا؟ در اعلامیه آمده و همچنان در اظهارات آقای بلیغ دیروز که مردم خواهان خروج نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردگ هستند، از میدان وردگ. در این باره رئیس جمهور کشور از قبلا حکم داده بود و قرار بود که باید در ظرف 2 هفته وقتی که تعیین شده بود، ضرب الاجل که تعیین شده بود، در نتیجه از او باید نیروها از میدان وردگ خارج می‌شدند که متاسفانه امروز هم این کار صورت نگرفته. این خودش یک تخطی سری و یک عدم احترام به حاکمیت ملی افغانستان است که این متاسفانه باعث شده که چنین عکس العمل‌ها زیاد شوه و اگر این موارد جدی گرفته نشوه شاید موارد دیگه هم به دنبال از این و شاید وجود بیاد. مسئول شما خودتان هم باشین در زی که خواستین به گونه افکار عامه به خاطر وارد آوردن فشار به ضد آمریکایی‌ها به گونه تشویق شوه. ببینید، این همه مسائل برمی‌خوره به مشکلاتی که در میدان وارد وجود داره، از ماها به این طرف، از پنج شش ماه به این طرف. در گذشته ها شکایت های هم وجود داشت که بیشتر شورای علما نزدیکی با آقای رئیس جمهور داره و بیشتر در فیصله هاش رنگ و بوی امو دیدگاه های رئیس جمهور دیده میشه. این هم یک اتهام به شما زده میشه. خب ما خب میره جدا رد میکنیم، اما در این بار بهتر است که شورای علما خود وضاحت این موضوع را بتن. چیزی که ما میخوایم ایسته که هم در این اعلامیه امروز شورای علما این موضوع آمده، موضوع برمیخوره به مشکلی که ما در میدان وردک داریم. از ماها به طرف، یعنی از بیشتر از 5 6 ماه به طرف شکایت میرسه از مردم میدان وردک که مردم در اونجا شکنجه میشن، خانه هاشون تلاشی میشه و حتی به قتل هم رسیده. موارد زیادی بوده. ما جلسات مختلف شورای امنیت ملی موضوع را بررسی کردن در طول 6 ماه گذشته و بارها این موضوع تحت بررسی جلسات شورای امنیت ملی قرار گرفته. ما تمام شواهد و اسنادی که در دست داشتیم را جمع کردیم و اول خواستیم پیش از اینکه در این باره موضوع گیری جدی داشته باشه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، خواستیم که نگرانی ها را شکایت با دفتر آیساف شریک بسازیم که کار صورت گرفت. از طریق وزیر صاحب دفاع ملی در یکی از جلسات شورای امنیت ملی این وظیفه برشان به وزارت دفاع داده شد تا شواهد و اسنادی که در دست است، تصاویری که است، ویدیو کلیپ هایی که است، کی را با نیروهای آیساف، نیروهای بین المللی شریک بسازه تا باشه که او افراد اشخاصی که در شکنجه و بدرفتاری با مردم در میدان وردک متهم شدن و دست دارن و انتقال پیدا کنند به جانب افغانی. خب وزیر صاحب دفاعی کار انجام دادن، این تمام شواهد و اسناد با دفتر جنرال آلن در روز زمان شریک ساختن و گفتن که او تعداد از افغان هایی که ملیشه هستن، یعنی ساختارهای غیر
دولتی و نامشروع هستند که با نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا همکاری دارند، در عملیات‌های مشترک باشند، عملیات مشترک انجام میتن. او تعداد افغان‌هایی که علیشان شواهد نزد ما بود، او را از پیشان خواستیم که بر ما انتقال بدن. در آغاز از جانب ایساف و وزیر دفاع ملی گفته شد که به زودی این افراد اشخاص هم می‌سپارند. یکی دو روز بعد برشان گفته شد که نیو افراد پیشان نیست و فرار کردن، که خودش نشان میده که عدم همکاری وجود داره و نگرانی که در میدان مردک وجود داشت و شورای امنیت ملی افغانستان که از پیشان خواست که در این قسمت با افغانستان همکاری کنند، متاسفانه این همکاری صورت نگرفت. یعنی این موارد ببینید، اجازه بدید یک دقیقه من ادامه بدم. زمانی که این عدم همکاری ادامه پیدا کرد و ما بارها در ارتباط به این موضوع به تماس شدیم تا خواستیم که وضاحت از این وضعیت به وجود بیاید که در اونجا در میدان مردک چی میگذره، کی مسئول است. اگر نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا مسئول نیستن و در این عملیات ها دخیل نیستن و در شکنجه ها و بدرفتاری ها دخیل نیستن، پس چی کسی در عقب این عملیات ها و این بدرفتاری ها هست؟ که متاسفانه وضاحت این موضوع به وجود نامد و همو بود که رئیس جمهور حکم را صادر کردن که یک لجنه را تعیین کردن که نیروها باید از اونجا خارج شوند. شما میبینید که امروز هم این کار صورت نگرفته. پس عدم همکاری در این قسمت و عدم به وجود آوردن یک وضاحت که ما تایید گفتیم که اگر گیریم که چون که نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا میگن که ما در این مورد دخیل نبودیم، گیریم که یا دخیل نیستن واقعا کس دیگه است، پس برای به وجود آوردن وضاحت در وضعیت امنیتی میدان وردک باز هم باید نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردک خارج شوند تا باشه که وضاحتی که باید به وجود بیاد در وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک به وجود بیاد. واقعا شما چند تا مسئله که سبب تنش در رابط میان شما و ایالات متحده آمریکا شده او را حرف زدین و ما سخنان رئیس جمهور هم در آغاز گذاشتیم. یکی از مسئله ای است که شما میگین وضاحت نیست، یعنی پالیسی های آمریکا در برابر پاکستان واضح نیست. در رابطه با مسئله گفتگوها با طالبان، ما بارها شنیدیم که حکومت افغانستان همیشه خواستار از این بوده که با طالبان باید گفتگو صورت بگیره و خواستار یک در سفرهایی که شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان داشت طرح رهایی برخی زندانیان طالب را مطرح کرد. در موردی که آقای رئیس جمهور خودش انتقاد کردن در نشست پاریس، شما دو تا سه تا نماینده داشتین. آقای ستانکزای به نمایندگی از شورای صلح افغانستان در اونجا حضور داشت، آقای حاجی دین محمد در اونجا حضور داشت. پس این حرفی که رئیس جمهور میگه که در اونجا با اپوزیسیون افغانستان میشینه و در کاخهای پاریس کافی و چای نوشیدن میکنن و در مورد افغانستان، این بیشتر چی هست؟ در اینجا بگویی یک بازی به نظر نمیرسه؟ شما خودتان خواستار گفتگوهای صلح بودین، نمایندگی خودتان هم حضور داشت، پس چرا؟ آیا آزردگیتان از حضور اپوزیسیون هست یا از امریکایی ها هست؟ دقیق ببینید این موضوع دو بود داره. یکی ایست که ببینید زمانی که پروسه صلح یاد میشه، پروسه صلح خود یک پروسه بسیار پیچیده و مغلق است. ما بارها گفتیم که در ارتباط با پروسه صلح ما با یک گروه به نام طالب مواجه نیستیم، یعنی افغانستان با یک گروه به نام طالب مواجه نیست، بلکه با کشورها و دولت‌ها مواجه هستیم. با پاکستان مواجه هستیم، با ایالات متحده آمریکا مواجه هستیم، با بریتانیا مواجه هستیم و با برخی از کشورهای دیگه که زیر دخل هستند در این موضوع ما مواجه هستیم. همین تعداد مختلف و یا بیشتر بازیکنان در روی صحنه پروسه سیاسی این پروسه را مغلق‌تر ساخته و با یک سلسله دشواری ها هم مواجه است. آقای فیضی، یک مسئله مشروعیت هست. بله. چی فکر میکنید که کشورهای دنیا همه به این فکر هستند که اگر در یک پروسه هایی که بزرگ ملی و تصمیم های بزرگ هستند هر قدر فراگیر باشه، هر قدر جوانب متفاوتی از این قضایا در این مسائل دخیل باشن، او بیشتر نتیجه اش هدفمندتر و خوبتر خواهد بود؟ یقینا من هدف من می بود که من میخواستم ادامه بدم که اظهارات اخیر رئیس جمهور کشور که در ارتباط با حضور طالبان در نشست پاریس بود، هدف اظهارات رئیس جمهوری بود که در تمام از این نشست‌ها او خوب یک نشستی بود که یعنی رسما مطبوعات از او صحبت کردن و از قبل اعلان شده بود، تماس های بوده در گذشته که به شکل مخفی صورت گرفته، مذاکرات بوده که فعلا هم وجود داره. این همش مواردی است که در اونجا طالبان مستقیما با نه تنها موضوع نشست پاریس بلکه تماس های دیگه که طالبان با کشورهای خارجی دارن، وقتی میبینیم که یا به چنین تماس های خود با طالبان ادامه میتن، اما باز میبینیم که طالبی که همیشه گپ از خروج نیروهای خارجی میزنه و گپ از جنگ علیه نیروهای خارجی میزنه، میبینیم که در کابل
برای اینکه قوت خود به نیروهای خارجی نشان داده باشه دست به عملات انتحاری میزنن و باعث کشته شدن و یا شهادت مردم ملکی در افغانستان میشن. اظهارات اخیر رئیس جمهور هم در این ارتباط بود که موقف طالبان همیشه در اعلامیه‌هایی که نشر میشه یا میسوی طالبان واقعا به نشر میرسه که خود یک سوال دیگه است، اما همواره موقف طالبان این بوده که یا خواهان خروج نیروهای خارجی یا بین المللی از افغانستان هستند. اگر واقعا این موقف طالبان است، پس با انجام عملیات تروریستی و ادامه حملات بالای مردم افغانستان و بالای نیروهای افغانستان، این خودش یک تصویره که در کل ایران میکنه. این تصویر میده که وضع در افغانستان خوب نیست، امن نیست، امنیت برقرار نیست و باید نیروهای بین المللی در افغانستان حضورشان ادامه پیدا کنه. پس اظهارات اخیر رئیس جمهور از یک سو به طرف طالبان بود که باید ایره بدانند که اگر یا واقعا خواهان خروج نیروهای خارجی هستند، پس خود وسیله نشن، خود زمینی امیر مساعد نسازند تا نیروهای خارجی در افغانستان حضورشان ادامه پیدا کنه. بله آقای فیضی، پرسش اینجا هست که آیا حکومت افغانستان خواستار گفتگوها با طالبان هست و یا نه؟ خیلی در این باره خب ما از قبل موقف خود روشن ساختیم. ما در سفر اخیری که به واشنگتن هم داشتیم، در اونجا هم در مذاکرات در ارتباط با پروسه صلح افغانستان، موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این بود که ما موافق هستیم که دفتر برای طالبان یا مخالفین مسلح دولت در خطر ایجاد شود، البته مشروط به او شرایطی که ما داریم. اما چیزی که دیگه که شما قبلا مطرح کردیم، ما هرگز اینو نمیگیم که طالبان و یا مخالفین مسلح دولت با جناح‌های مختلف سیاسی در افغانستان وارد مذاکره نشن، هرگز نه. ببینین شورای عالی صلح خود در اون جمع نماینده های تمام گروه ها را داریم که همه مردم افغانستان نمایندگی میکنه. بغیر از او اگر باز هم طالبان خواسته باشه که با جناح‌های مختلف دیگه سیاسی در افغانستان وارد مذاکره شون، خوش آمدن، از این کارشان ما حمایت میکنیم، ما مخالفت با این نداریم به این کار. اما چیزی که مهم است و ایسته که ما پیشتر گفتم که در پروسه صلح ما با کشورها مواجه هستیم. در بعضی موارد کشورها کوشش میکنه که به نام از اینکه طالب مقابل بسازه و یا زمینه مذاکره را بین طالب و اپوزیسیون سیاسی و یا جناح‌های دیگه سیاسی فراهم ساخته باشه، میخواد از این به نفع خود استفاده کنه. مخالفت کدام کشور است که میخواد طالبان را استفاده کنه به حیث پیشمرگان سربازان سیاست خارجی خود؟ مخالفت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور در قسمت تنها همیست که ما باید نگذاریم مردم افغانستان نگذارند که به نام مذاکره با مخالفین مسلح از یا استفاده شود و برخی از کشورهایی که کدام کشورها هست اگر واضح تر گفته شود آقای فیضی؟ قبلا به شما گفتم که ما در ارتباط با پروسه صلح با کشورها مواجه هستیم و گفتم که در ارتباط ما با پاکستان مواجه هستیم، با ایالات متحده آمریکا مواجه هستیم و با برخی از کشورهای دیگر. آقای فیضی، پرسش اینجاست، وقتی که ما برخی از گفته های رئیس جمهور را میبینیم به او برمیگردیم، رئیس جمهور پاکستان به عنوان در بسیاری موارد کشور همسایه، دوست، برادر و حتی کشور دوگانه، برادر دوگانه خطاب کرده. آیا فکر نمی‌کنی که باز این تناقض چرا وجود داره؟ یک، دو، مسئله دیگری که می‌خوایم با شما در میان بگذارم که تصور کلی داری است که کاخ ریاست جمهوری در رابطه با طالبان حتی اغماز میکنه، از برخی چیمپوشی میکنه، از برخی کارهایی که طالبان انجام میده. مثلا حملاتی را که طالبان انجام میده، وقتی که سخنگویان طالبان ایمیل میفرستند به رسانه‌ها و مسئولیت برخی از این حملات را قبول میکنند، مقامات بسیار عالی رتبه حکومت حتی در اعلامیه‌های خود کاخ ریاست جمهوری که شاید زیر نظر شما هم تایپ میشد، در هیچ کدامش نامی از طالب ذکر نیست، در حالی که طالبان مسئولیت او را گرفتند. در اینجا یک تصور بایی است که از یک طرف شما بیاید بگونی از این که طالبان را فکر میکنین اما طالبان خوب، یعنی یک تصور شاید در کاخ این گونه باشه پیش مردم متر است که شما فکر نمیکنین که طالبان این همه حملات را انجام میدن، و از طرف دیگه باز همچنان خواستار از این هستیم که چرا امریکایی ها و یا پاکستانی ها چرا در پشت از اینا قرار دارن، و آیا شواهد در دست حکومت افغانستان هست که واقعا ایالات متحده امریکا طالبان را همکاری میکنه؟ خب شما مسائل مختلف را در یک سوال مطرح کردید. ببینید در قسمت اول در ارتباط با پاکستان، وقتی ما خواهان وضاحت در قسمت پاکستان هستیم از جانب امریکا که باید پالیسی خود، موقف خود در قبال پاکستان روشن بسازه، این برمیخوره به جنگ علیه تروریسم در افغانستان که این جنگ خودش یک مجموعه از تناقضات است. ما در طول سالهای گذشته ما حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، شما در جریان هستین که ما را صدای خود بلند کردیم، گفتیم که جنگ، جغرافیای جنگ نباید افغانستان باشه، بلکه جایی که در اونجا لانه های توریسم است، جایی که در اونجا سیستم حمایتی وجود داره و از توریسم حمایت میکنه، اونجا وارد آموزش میتن، آماده میسازه و به افغانستان برای انجام عملات انتحاری و دیگر عملات بالای مردم افغانستان، بالای نیروهای افغانستان و بالای نیروهای کشورهای جهان عملات انجام میتن، در اونجا باید این جنگ برده شوه و جغرافیای جنگ باید تغییر کنه، که متاسفانه در این باره هیچ این موضوع جدی گرفته نمیشه و برعکس پاکستان حمایت میشه
از جانب ایالات متحده امریکا، از جانب کشورهای غربی، در این میچه یک حالتی به وجود آمده که تناقضات وجود داره. جبهه جنگ روشن نیست، دشمن معلوم نیست، تعریف مشخصی از تروریسم که با او مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان موافق باشه وجود نداره. ما از سالها به این طرف روی این موضوع تمرکز کردیم و از امریکا خواهان وضاحت شدیم از شرکای بین المللی خود در این باره که باید در قسمت پاکستان یک نوع وضاحت را به وجود بیاره که پاکستان کی است و چی میکنه. آیا واقعا پاکستان در جنگ علیه تروریسم با جامعه جهانی همکار است؟ و ای که چرا جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا تا بال نتانسته که در طول 10 سال گذشته توجه خود به مراکز تروریسم، به پناهگاه‌هایش، به لانه‌هایش جلب کنه، در این باره وضاحت ارائه کنه که متاسفانه این کار تا به حال صورت نگرفته. اما مبهم بودن می‌خوایم توضیح بدیم که آیا شما خودتان طالبان را بخش از تروریسم می‌دانید؟ خب در این باره ما گفتیم که رئیس جمهور کشور هم در وزارت خود بار بار به این موضوع اشاره کرده که ما گروه طالبان را به نام یک گروه مستقل نمی‌بینیم، بلکه یک تعداد از طالبان هستند که فرزندان این خاک هستند و به اساس یک سلسله مشکلاتی که هم از سوی نیروهای بین‌المللی بوده و هم از جانب دولت بوده، یا ناراض شدن و دست به خشونت می‌زنند و با طالبان یک جای شدن. اما ما داریم طالبانی که در خدمت استخبارات بیگانه ها هستند، او هم کشورهای منطقه میشه و هم فراتر از منطقه. بله، یعنی باور شما یک طالبان خوب و بد، آنچه که در پاکستان هم یک تصوری وجود داره که طالبان خوب و طالبان بد، شما هم به این طالبان یک ترکیب است که من گفتم که یک کاتگوری از یا میشه طالبان هستند که فرزندای خاک هستند و میشه که با او از طریق مذاکره، از طریق یک برنامه خاص. بله، ولی فکر نمی‌کنید که سوالی داشته باشیم و بتونیم گفتگوهایی که شما مطرح می‌کنین، شما خودتان اول یک دابل استاندارد یا یک دید دوگانه را به میان آوردین که از یک طرف درست، اگر وقتی ما با نیروهای امنیتی افغانستان صحبت می‌کنیم، میزان حملات را در افغانستان می‌بینیم، اینا عملاً طالبان مسئولیت حملات را می‌گیرن و میگن که این حملاتی که روزانه صورت می‌گیره مسئولیتش به عهده می‌گیرن و اینا میگن طالب هستیم. ولی شما شک و تردید دائمی دارین که خب اینا شاید نباشن در پشتش. اینجا دو موضوع است که خب من بازم تکرار صحبت هم نشه که طالب یک نام است، از این استفاده میشه. ما طالبای داریم که مطلقا در خدمت بیگانه هاستن از سوی سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه. آیا اینطور معلوم است که مثلا در این طالبانی که طالبان خوب هستن یا از آزار اذیت شما و نیروهای خارجی دارن بر ضد حکومت میجنگن، تفاوت بین از اینا و او طالبانی که طالبان بد هستن چی هست و رهبرانشان کی هستن، اینطور چیزی در موردش دارین معلومات؟ از طریق پروسه صلح در طول سالهای گذشته تمام تلاشایی را که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان انجام داده و یا نماینده های دولت جمهوری اسلامی افغانستان که شورای عالی صلح هستن، تمام تماس های را با او تعداد از طالبایی که فرزندای خاک هستن و واقعا صادق هستن، میخواین که به پروسه صلح یک جای شون و کمک کنن پروسه صلح افغانستان. زمانی که تماس ها برقرار میشه، پروسه صلح افغانستان و تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان سبوتاژ میشه از سوی کشورها. تمام او تعداد از افراد کدام کشور، یعنی هدفتون پاکستان است؟ بازم خب من یقینا قبل از این کشورها نام بردم، با تکرار صحبت هم خواهد باشه. این پروسه سبوتاژ شده، تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان سبوتاژ شده و او تعداد از افرادی که مربوط به تحریک طالبان هستند که فرزندای خاک هستند، حتی به سطح رهبریش بوده، خواستن که با حکومت افغانستان وارد میز مذاکره شون و تا در نتیجه صلح برقرار شود در افغانستان، متاسفانه یا به قتل رسیدن و یا هم به زندان انداخته شدند. ببینید در طول یک ماه گذشته باز هم یک تعداد از طالبایی که میخواستن با پروسه صلح یک جای شوند و ارتباطات خود با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برقرار ساخته بودند با شورای عالی صلح، متاسفانه در اواخر هم گرفتار شدند، به زندان ها انداخته شده و به حدود 18 نفر از آنها هم بعد از شکنجه به قتل رسیدند. این همش از موارد بسیار آشکار و روشن است که پروسه صلح افغانستان سبوتاژ شده و سبوتاژ شده میره. بخی از کشورها نمیخواهد که این پروسه به پیش بره و مخالفین مسلح دولت که میخواهند به پروسه صلح یک جای شوند، با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، این کارها عملا صورت بگیره. پس یقینا در این جماعت سای خارجی را میبینیم در همه از موارد. شما از اعلامیه های طالبان گفتین که طالبان عملات انتحاری صورت میگیره و با طالبان توسط اعلامیه ها میپذیرن که عملات یا انجام دادن. سخنگوی های طالبان خودشان میگن که یاری انجام دادن. چی ثبوت وجود داره که کسی که به نام سخنگوی طالب با رسانه ها تماس میگیره او واقعا نمایندگی میکنه از طالبان؟ چی ثبوت وجود داره که اعلامیه که به نام طالبان به نشر میرسه واقعا از رهبری طالبان، رهبری تحریک طالبان و او اعلامیه نیست که از سوی یک سازمان استخباراتی به نشر میرسه؟ آیا در اینجا وضاحت وجود داره؟ ثبوت وجود داره؟ در این رابطه میخوایم مطرح بکنم آقای ایمان فیضی، وقتی شما پیام های ایدی ملا عمر در رابطه با صلح
و یا در رابطه با مسائل متفاوت دریافت میکنین. کدام چنل دیگه دارین؟ اینا سری قزمی سخنگویان طالبان که قاری یوسف از بلا مجاهد است برسانه ها میرسه و در اونجا شما باز میپذیرین وقتی اونا از حضور در برخی گفتگوها حرف زدن شما هم استقبال کردین یا کدام چنل دیگه شما داشتین که با اونا در تماس بودین؟ ما شخصا ما باید ندارم که موارد باشه که ما در اونجا ما استقبال کرده باشیم. از کدام وقتی طالبان گفتن در نشست پاریس نماینده میفرستن، وقتی طالبان گفتن به نشست توکیو که یک بار در اونجا برخیز نماینده های حکومت افغانستان هم شورای صلح حضور داشتن میفرستن، شما عملا در اون زمان هدف شاید شما نبودین ولی شورای عالی صلح با شمول تمام حکومت از این حرفا استقبال کرد. خب ببینین این پروسه صلح افغانستان، بازم میگم صلح که اگر شما اونجا میپذیرین که سخنگویان طالبان با اعلامیه‌ها درست بودن، پس چرا وقتی حملات اینطوری را میپذیرین اون را چرا نمیپذیرین؟ ببینید صلح خاص مردم افغانستان است، هیچ کس نه، اینجا سوال سر صلح نیست، اینجا چون تکنیکال سوال سر صلح. اجازه بدین من به ادامه میتونم و به جواب شما میپردازم. من میگم صلح خاص مردم افغانستان، زمانی که صدای صلح بلند میشه، زمانی که از سوی طالب و به نام طالب صدای بلند میشه که میخواین مذاکرات را در ارتباط با صلح در اینجا و در آنجا انجام بدن، حکومت افغانستان چی موقف را باید اختیار کنه؟ موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، شورای صلح افغانستان ایسته که از این استقبال کنه. هر جایی که صدا بلند میشه برای صلح باید از او حمایت کرد، اما بعدا دیده میشه که وقتی روشن میشه که صداها و یا در عقبش نشست هایی که صورت میگیره، ملاقات هایی که صورت میگیره، مذاکرات که صورت میگیره واقعا برای صلح نمی باشه، بلکه دست های کشورها در عقب از این می باشه، سازمان های استخباراتی داخل می باشه، اونجاست که موقف تغییر میکنه. پیشتر گفتم که موضوع صلح و یا پروسه صلح یک پروسه بسیار پیچیده است. انکشافات و یا موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نمیتونه که منظم یک چیز باشه برای همیشه. این با توجه به انکشافاتی که صورت میگیره، چون که بازیکن‌ها در این صحنه بیشتر هستن، موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هم در حال تغییر است در ارتباط با این مسائل. پس شما از اعلامیه های طالبان که گپ میزنید، من بازم براتون میگم که هیچ ثبوتی وجود نداره که اون اعلامیه ها واقعا از سوی رهبری طالبان به نشر میرسه. بله، پس اطلاعات و معلومات شما چی هست که امیر رهبری طالبان و در این رابطه میخوایم برتون از پسان بپرسم که شما واقعا ملا محمد عمر مجاهد را رهبر تحریک طالبان میپندارین یا نه؟ تا بال کسی که حیث رهبر تحریک طالبان همه گیوره پذیرفتن ملا عمر است، در اینجا شک نیست. بله. که اما اینجا سوال برداشت شما چی است؟ ایره در جمله اون طالبانه که در خدمت دستگاه های استخباراتی خارجی میپندارین یا ایره در جمله طالبانه که از آزار و اذیت شما و همکاران خارجی تان دارن با این روز آمده؟ خب موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان زمانی که موضوع ایجاد دفتر برای طالبان در خطر مطرح میشه، ما در اونجا یکی از شرایطی را که حکومت افغانستان مانده و ایستک و یا نماینده های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داره و ایسته که هر کسی که به نمایندگی طالبان به دفتر معرفی میشه باید اسناد و شواهد در دست داشته باشه که نشان بده که یا افراد خودشان از سوی ملا عمر معرفی شدن و یا هم از رهبری این تحریک که در کویت است از اون طرف معرفی شده. پس در اینجا موضوع روشن است که ما کسایی که از جانب رهبری طالبان چی شورای کویت باشه چی شخص ملا عمر باشه معرفی میشه و اسناد شواهد دقیقی را در این باره در دست داشته باشه، برای ما میتونه که اون نمایندگی کنه از تحریک طالبان. بله، و شما او را از اون بخش از طالبان میدانین که با بخش های استخباراتی پاکستان اینا ارتباطی نداره؟ خب باز هم او تصویر عمومیه که وجود داره از طالب. من گفتم که گروه های مختلفی هستن، او تعدادی که فرزندای خاک هستند و خواستن در طول سالهای گذشته با حکومت افغانستان تماس برقرار کنند و پروسه صلح افغانستان کمک کنند، یا به قتل رسیدن یا به زندان انداخته شده که مثال هایی که من قبلا براتون یادآور شدم. در طول یک ماه گذشته هم یک تعداد از طالبایی که باز تکرار صحبت هایم نشه که خواستن با پروسه صلح افغانستان یک جای شوند از پاکستان و به زندان انداخته شدن و یک تعدادشان به قتل هم رسیدن. که در اینجا موضوع روشن است که این موضوع بسیار پیچیده تر از چیزی است که ما او را در رسانه ها مطرح میکنیم. یعنی یقیناً یکی دار از طالبای هستن که به شمول رهبری طالبا که اختیار خود ندارن و از سوی سازمان های استخباراتی کنترل میشن و در اختیار از واستن و در این باره وضاحت کافی وجود دارن. ما فکر نمی‌کنم آقای فیضی وقتی که شما پیچیدگی از این مسئله را خودتان درک می‌کنید و می‌گین که این قضیه بسیار پیچیده است، تفکیک کردن که کدام طالب خوب و طالب بد است، طالبی که در دست بیگانگان قرار داره و طالبی که قرار نداره در او راستا، تفکیکش مشکل است. وقتی تفکیکش برای شما مشکل است، شاید برای همکاران و همپیمانان خارجی تان هم مشکل باشه یا نه فکر می‌کنید؟
خب من نمیخوام که به جای دیگه کشور در اینجا اظهار نظر کنم، اما من قبلا هم گفتم در این شک وجود نداره که موضوع بسیار پیچیده است، به دلیل از اینکه باز قسمی که قبلا گفتم ما با یک گروه به نام طالب مواجه نیستیم، بلکه با کشورها مواجه هستیم و کشورها منفعت‌های خود دارن، منافع خود دارن. از نام طالب استفاده میشه، به عنوان رهبر طالبان میشناسین و اگر کسی رو اونا به شما معرفی بکنه خب همراهش میخواین گفتگو بکنید. این خب پس ما تا بالا بغیر از ملامر کنم طالبان دیگه نداشتیم که بله. در جای دیگه بوده یا طالبان تا بالا نگفته کدام گروه متفاوت دیگه هم بغیر از آنچه که در زیر رهبری ملا محمد عمر مجاهد هست دیده نشده؟ خب ملا عمر خب چیز نام ملا عمر منیس رهبر تحریک طالبان، این موضوع از این نیست که تنها حکومت افغانستان بوده که ما تنها ملا عمر منیس رهبر طالبان پذیرفتیم، بلکه یگانه رهبری که تا بال به تمام جهان معلوم است و یا از او نام برده میشه که در رأس تحریک طالبان قرار دارن ملا عمر است. در اینجا موضوع حکومت افغانستان و یا که ما بگوییم که رهبر تحریک طالبان است و یا نیست مربوط به افغانستان نمیشه و یا حکومت افغانستان نمیشه. بله. آقای فیضی، یک مسئله دیگه که مردم رو بیشتر نگران ساخته، تنشی که در روابط ایجاد شده، عمقش آله داره، بیشتر ما او رو در روی خیابان‌ها و جاده‌ها می‌بینیم. برخی نگرانی از این داره که آنچه در برابر روسا صورت گرفت، داره ما با موت یک حالت نزدیکتر شده می‌بینیم که فتواهای جهاد آیست‌آیست از مساجد در برابر زنا شروع خواهد شد. شما از این نگران هستیم یا؟ خب در این جای شک نیست که وضع بحرانی است، وضع اساس است و برای از اینکه ایالت بدتر نشه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان شخص رئیس جمهور روزانه در مذاکره است، مقامات ما مسئولین ما در مذاکره است روزانه، امروز هم رئیس جمهور کشور ملاقات داشت با سفیر ایالات متحده آمریکا در ارتباط با این مسائلی که باعث نگرانی شده. من پیشتر برات گفتم که شام امروز رئیس جمهور کشور تماس تلفنی داشت با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و در طول دو سه روز گذشته مقامات بلند رتبه دیگه هم از ایالات متحده آمریکا تماس‌های تلفنی داشتند با رئیس جمهور، که خودش نشانه ای از این است که ما خواهان به وجود آوردن وضاحت هستیم با ایالات متحده آمریکا و وارد مذاکره هستیم در ارتباط با تمام این اختلاف نظرهایی که وجود داره. بله، ولی مسئله ما تشدید افکار عامه و فشار از طریق زو در رابط، فکر نمی‌کنین که اوضاع را به جای باریک خواهد کشاند؟ خب این تعلق میگیره به همکاری جانب مقابل که در این راستا نخواسته هایی را که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داره و مردم افغانستان داره چقدر پیاده میشه، چقدر عملی میشه. اگر واقعا نیروهای خارجی از میدان وردک مثلا مبراین میشه که یک بخشی از نگرانی های مردم افغانستان و یا نگرانی هایی که وجود داره میان مردم افغانستان رفع شده بتونه، مثلا تظاهراتی که امروز در ارتباط با خروج نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردک بود، میشه که همین تظاهرات دم از تظاهرات بایی بگیریم که نیروهای خارجی یا نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردک خارج شن. بله، یک پرسش دیگه هم هست، شاید پرسش صحیح نباشه، اما مردم میپرسن که اگر فردا چون این مسئله که ما تظاهرات در رابطه با میدان وردک بودیم از جاهای دیگه مطرح شد تظاهرات، پس باز شما از نیروهای خارجی خواهیم خواست که کل افغانستان را ترک بگوید؟ چرا وقتی در میدان وردک شروع میشه پس میشه که مردم ولایت دیگه هم به خود حق بتن که اگر در میدان وردک نیستن چرا در ولایت دیگه، مثلا چرا در هرات، چرا باید در کندهار، چرا باید در پروان؟ به خود حق میتن. موضوع میدان وردک یک حالت خاص است که در اونجا ما موارد زیادی از بدرفتاری ها، شکنجه و حتی قتل مردم میدان وردک داریم. این یک حالت خاص است و این شکایت از ماها به این طرف از جانب مردم میدان وردک مطرح شده، متاسفانه به توجهی خاص صورت گرفته از جانب نیروهای آمریکایی و این مشکلات مردم نادیده گرفته شده. زمانی که این مشکلات در طول ماهای گذشته به این توجه نشده امروز به اوج خود رسیده، اما این به این معنی نیست که در تمام ولایت افغانستان چون این کار صورت بگیره. ما در حال انتقال مسئولیت های امنیتی هستیم، ببینید ما در حال انتقال مسئولیت های امنیتی هستیم، در ولایت مختلف افغانستان پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی جریان داره، در جایی که مسئولیت امنیتی انتقال یافته وضع امنیتی در اونجا بهتر است و ما به این باور هستیم که بگذاریم از یک سو نیروهای امنیتی خود ما یک دوره امتحانی را بگذرانند و مسئولیت امنیتی میدان وردک خود به عهده بگیرند و سوی دیگه با خروج نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردک باشه نو وضاحت را به وجود آورده باشیم که اگر به گفته نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا که یا دخیل نیستند در بدرفتاری ها و در شکنجه مردم میدان وردک، پس کیها در عقب این شکنجه ها و این بدرفتاری ها بوده؟ برای اینکه امی وضاحت به وجود بیاید در وضع امنیتی میدان وردک باید نیروهای آمریکایی از میدان وردک خارج شوند تا باشه که از یک سو هم وضاحت به وجود بیاید در وضع
امنیتی میدان ورده و سوی دیگه ما ببینیم که نیروهای امنیتی ما خود ما به تنهایی میتونند که مسئولیت های امنیتی میدان ورده به پیش ببرند و آخر پس از هر لحاظ این هم به نفع افغانستان است و هم به نفع ایالات متحده آمریکا که از یک سو به خواست مردم افغانستان گوش بدن نیروهای خود خارج بسازند و سوی دیگه وضاحتی که باید به وجود بیاید که یک سلسله اتهامات وجود داره و اتهامات بسیار جدی است شواهد هم در دست است که نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا دخیل بودند در بدرفتاری ها در این ولایت این هم به اثبات برسه که آیا واقعا یا دخیل هستن و یا خیر بله آقای فیضی یک مسئله دیگه که مردم را بیشتر مشوش ساختنی است که در آنچه شما عنوان میکنیم دفاع از حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشتن به حاکمیت ملی افغانستان به تمامیت ارضی افغانستان بعد در کل حق حاکمیت ملی که حکومت افغانستان او را داره مسئولیتش داره در افغانستان دیده میشه که حتی پارلمانتان با شما نیست مثلا ما امروز در پارلمان شاهد ازی بودیم که ابراز نگرانی کردن از وزارت رئیس جمهور و گفتن که باید این مسئله برش بیشتر پرداخته شود و پارلمان با گونه کاملا که خانه ملت هست از این مسائل بیرون گذاشته شد در پهلوی ازی اپوزیسیون شما هم با گونه با شما نیست در حالی که برخی از حرکات اپوزیسیون بیشتر همسویی و نزدیکی در گذشته ها با شما داشتن اونا هم از روش رئیس جمهور انتقاد میکنن و او را راه خردمندانه برای حل از این مسائل نمیپندارن چرا خب سوال شما جالب بود اپوزیسیون سیاسی خب باید با حکومت نباشه باید هم نظر نباشه باید بدیل های دیگه داشته باشن باید نظریات مخالف داشته باشن که ولی مسائل نرمال است در یک دموکراسی ولی در مسئله آقای فیضی در مسئله حاکمیت ملی تمامیت ارضی استقلال بلی. باز دیگه اونجا تفاوت دیدگاه را بین اپوزیسیون و حکومت دیده نمیشه از پالیسی ها شاید متفاوت باشه اما در این مسائل که همه یک نظر هست خب از اگلاس خو کار خوب شد که با اظهارات اخیری که سوی اپوزیسیون صورت گرفت و یا برخی از علاقات سیاسی صفحه معلوم شد که در ارتباط به موقفی که رئیس جمهور کشور داره در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و نگرانی هایی که مردم افغانستان داره و حکومت افغانستان داره کی در کجاست و چی میگه از این لحاظ خوب است که یک وضاحت به وجود آمد برای مردم افغانستان رئیس جمهور بنف منافع ملی کشور یقینا در این جای شک نیست که اگر بعضی ها میگن اپوزیشن میگن که چون سال آخر این حکومت از رئیس جمهور میخواد که در سال آخر یک تصویر دیگه از خود ارائه کنه برای مردم اما شما ببینید که من ایسه یک مسئول رسانه شما شاهد هستین که در طول سالهای گذشته تمام از این موارد را که امروز رئیس جمهور او را مطرح میکنه چی موضوع تلفات ملکی است چی موضوع زندان هاست چی موضوع ساختارهای موازی دیگه است که وجود داره چی عدم روشنی در موقف ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان تعریف مشخصی از تروریسم و از دشمن در افغانستان و چگونگی جنگ علیه تروریسم در افغانستان تمام از این موارده که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و یا کابل با واشنگتن اختلاف نظرها داشته این تمام اختلاف نظرها این نیست که یکدم در این روزهای اخیر به وجود آمده بلکه از سالها به این طرف شما شاهد ولی مردم بیشتر نگران ازی است که راه حلی را که شما برگزیدین آیا این راه حل درستی است یک نگرانی بین مردمی است. از یک طرف شما با یک دشمنی روبرو هستین که حاکمیت و نظام به گونه تهدید میکنه و که تنها آنچه که سبب ادامه کار نظام یا آنچه حفاظت از نظام میشه حضور نیروهای خارجی تا حد زیادی گفتم میشه یک نگرانی است که اگر نیروهای خارجی حمایتشان را از حکومت افغانستان بردارن همه یک تعداد به باور هستن که حکومت با امین نظام ادامهش با مشکل روبرو میشه تهدیدی که شما خودتان بارها از تهدیدی که از کشورهای منطقه به افغانستان روبرو بود از او حرف زدین پس از یک طرف شما با او تهدید روبرو هستین از یک طرف نیروهای هم که شما حمایت میکنن با اونام این گونه برخورد میکنین شما پس به کی اعتماد دارین که میتونه گارانتی کنه یا حمایت بکنه از نظام ببینید من قبلا گفتم که افغانستان خواهان گسترش روابط با ایالات متحده آمریکا است خواهان استحکام روابطی که وجود داره است که افغانستان و می خاطر بود که ما سند همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بنظر رساندیم ببینید و همین نکته که ما شما صحبت میکنیم فعلا هم هر دو کشور یعنی کابل و واشنگتن مذاکرات جریان داره در ارتباط با امضای سند همکاری های سند امنیتی که جزء سند همکاری های استراتژیک است پس این خود نشان دهنده از است که هر دو کشور کوشش میکنند که در ارتباط با مشکلاتی که وجود داره به یک نتیجه برسن حکومت افغانستان ببینید تنش به حدی است که گفته میشه نشست خبری وزیر دفاع با خیر جمهور در نتیجه زمین تنش ها میگن که کنسل شد و برگزار نشد که میخوایم از شما بشنویم که حقیقتش در چی بوده اظهارات که در برخی سناتوران آمریکایی در رابطه با افغانستان داشتن و آنچه را که فرمانده آیساف در افغانستان گفت که سخنان رئیس جمهور تا حدی هست که شاید تشویق کنه اضافه حملات را که اونا تصورشان نیست در افغانستان پس از این هم میشه رابط تیره تر شون شما فکر میکنید ببینیم اگر این موضوع رو ما قسم مطرح کنیم که شما منسه یک افغان منسه یک ژورنالیست منسه یک مسئول رسانه‌ای آیا شما نمیخواین که در بعضی از مواردی که پامات وجود داره
از جانب ایالات متحده آمریکا در او قسمت وضاحت به وجود بیاد. سفر اخیری که اجازه بدین، سفر اخیری که رئیس جمهور کشور به ایالات متحده آمریکا داشت به واشنگتن، در اونجا مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به رئیس جمهور گفتن که طالب دشمن ما نیست و آمریکا با طالبان دیگه نمی جنگه، به خصوص بعد از سال 2014 ما با طالب جنگ نداریم. پس ما اینجا خواهان این وضاحت هستیم. من اجازه بدین که شما بود اگر شما برگزشتی حکومت برگردین، وقتی شما جرگی صلح را دایر کردین، بله، شما گفتین که در اموجا تیم شما امین گونه بود که دیگه طالبا بخشی از تروریسم نیست. و شما گفتین که من پیشتر هم شما گفتین که طالبا از اون واسه انسانایی هستن که آزار و اذیت شدن، بله، و اونا صلح میخوان. درست است. خیلی من اجازه بدین من وضاحت از این موضوع رو بدم. ما لبیک گفتیم، استقبال کردیم از این موقف ایالات متحده آمریکا، اما امروز ما خواهان این وضاحت هستیم که اگر پس به گفته ما و یا به اساس خاص خود شما طالب دیگه دشمن شما نیست، پس امروز چرا خرجات ما، چرا خانه های مردم ما هنوز هم بمبارد میشن، چرا هنوز هم بنا به طالب هم ایره میپذیرین که حملات هنوز در افغانستان ادامه دارن، حملات این تاریخ ادامه دارن در ولایات؟ شما آمار تلفات سربازان افغانستان در هر هفته اگر در نظر بگیرین، هم سربازان اردوی ملی و هم سربازان پلیس ملی، تلفات زیادی دارن که حتی از 5 یا 6 نفر هم بالاست، که خود مقامات مسئولین حتی بالاتر تا 10 و 15 هم میگن که روزمره اینا تلفات میبینن. پس فکر نمیکنین که اینا در جنگ درگیر هستین؟ عملا شما و متحدان خارجی. خب پس ایران باید بپذیریم که جنگ در جایی که باید صورت بگیره اونجا صورت نمیگیره. ما از خاطر از بین بردن یک دوست طالب با یک دوست تروریست، زمانی که خانه های مردم افغانستان رو بمبارد میکنیم، در پلوش ما باعث کشته شدن تعداد زیاد از افراد ملکی و بیگناه میشه. و به این گونه فرض کنیم ما به می گونه موافقه داریم ادامه میتیم و یا میخوایم از ایالات متحده آمریکا که به جنگ خود به می شکل ادامه بده، به این نحو به پیش بره، این جنگ سرحدش به کجا میرسه؟ تا چی وقت با از بین بردن دوست طالب و با بمبارد خانه های مردم افغانستان این جنگ به نتیجه میرسه؟ تروریسم که باید ریشه کن شود، برای خارجی ها چیست؟ تروریسم که باید ریشه کن شود، آیا از خانه های مردم افغانستان ریشه کن شده میتونه و یا ما با این گونه با این روشی که داریم در جنگل تروریسم جنگ به خانه های مردم افغانستان میاریم؟ یقینا که ما با این روشی که در پیش داریم به یک مسیر نادرست در حرکت هستیم و با این گونه برخورد با تروریسم و مبارزه با تروریسم ما جنگ به خانه های مردم افغانستان میاریم، نه ای که ما تروریسم ریشه کن میسازیم. موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که تمرکز جنگ علی توریسم باید در جای باشه که در اونجا لانه های توریسم است، در اونجا سیستم حمایتیش هست که متاسفانه به او توجه نمیشه. امی عدم وضاحت در این قسمت و یا موقف خودش سوال برانگیز است که من بیشترم گفتم که جنگ در افغانستان جنگ تناقضات است، دشمن معلوم نیست. مسئله دیگه است که میگن شویره که حال حکومت افغانستان در تشدید افکار عامه یا در بسیج افکار ما بر ضد امی تصمیم های که در تنش سبب تنش شده در رابطه شما و امریکا، میگن امیم یک شیوه درست نیست. چند تا مثال هست که من به شما میخوام را بکنم. برخی ها میگن که خب مسئله فساد یک مسئله حکومت مربوط به حکومت افغانستان بوده که خب اگر فساد بزرگ آنجا شدن که رئیس جمهور ادامه میکنه که در کمپانی های خارجی یا هم خود خارجی ها دو دست داشتن، فسادی که در حکومت افغانستان وجود داشت خود حکومت افغانستان میتونست به او بپردازه، حتی میشد از هم از علما او کارت بگیرن و هم از شورای علما هم میشه بهترین فتواهایی را در رابطه با احکامات دین مقدس اسلام، در رابطه با فساد، در رابطه با اینکه نباید صورت بگیره از او کار گرفته میشد، در اینجا از او صورت نمیگیره. و ولی باز وقتی که تنها مسئله خارجی ها مطرح میشه و آنچه که به عنوان تنش در رابطه رئیس جمهور با آمریکا مطرح میشه، در اونجا ازش کار گرفته میشه. مردم نظرش این است که سیاستی را که شما حالا پیش گرفتین شاید ای انجامش خیلی خطرناک باشه، به این معنا که یک بار ملت بسیج شود بر ضد حضور خارجی ها که خارجی ها برن، که امریکایی ها بعضی مورد گفتن هم که میخواین برین اگر شرایط این گونه باشه، حتی اونا بازی گفتن که ما پول مصرف میکنیم، سربازان ما در اینجا کشته میشه و باز ما متهم میشیم که ما با طالبان همکاری میکنیم. خب اگر از یک طرف اینا خارجی ها برن، یک نگرانی که پیش مردم است، و از یک طرف هم شما با یک دشمن روبرو هستین که میگین که اونا دارن در پی ازی هستن که سقوط نظام میخواین، پس در اون صورت اوضاع بدتر میشه. و آیا فکر میکنین که یک سیاست بجا و بدرست باشه آنچرا که شما عملا آل سرش کار میکنین؟ قبلا به شما گفتم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هنوزم باورمند است که ما باید مشکلاتی را که وجود داره، نگرانی هایی که در برخی از موارد وجود داره، این از طریق مذاکرات دو جانبه، از طریق دیپلماسی، از طریق تماس های بیشتر حل فصل میکنیم، که به این کار در گذشته هم توجه جدی بوده و اکنون هم است. کمی حالا که ما شما صحبت میکنیم، من به شما گفتم که در چند روز اخیر تماس های زیاده گرفته شده میان مقامات حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، تماسایی که شخص رئیس جمهور داره و به ادامه میدین که خود نشان دهی از این میکنه که ما خواهان حل
این مشکلات هستیم از طریق مذاکرات، اما زمانی که این در جریان مذاکرات این نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان شخص رئیس جمهور جدی گرفته نمیشه، به او توجه نمیشه، رئیس جمهور با شریک ساختن این نگرانی ها حق داره که این نگرانی ها را با مردم افغانستان شریک بسازه و با جامعه جهانی شریک بسازه. وقتی پارلمان تقاضا میکنه آقای فیضی، چرا ما پارلمان نمی شریک نمی کنیم؟ که امروز ما اون پارلمان گفت که ما حکومت می خواهیم که این قضیه را بیارن در پارلمان، اونجا خانه ملت است، با نمایندگان ملت شریک شود تا یک همسویی هم در افکار همه ملت و مردم یک جای ایجاد شود. مگر این مواردی که تا بال ما مطرح کردیم روش صحبت کردیم ما و شما، آیا این پنهانی بوده؟ موضوع تلفات ملکی، موضوع سپردن مسئولیت های زندان بغداد، هدفشون بیشتر تنش در رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا بود. فکر میکنیم که امروز پارلمان خواست راضی شد. فکر میکنیم پارلمان غلط کردن؟ خب ببینین، ما گفتم که ما تعهد کردیم متحد استیم به اینکه روابط خود با ایالات متحده آمریکا میخوایم که یک رابطه قوی، روابط میان دو کشور که متحد استراتژیک هستن وجود داشته باشه، اما نگرانی هایی را که حکومت افغانستان داره، مردم افغانستان داره، این باید نادیده گرفته نشه و با افغانستان باید منسی یک متحد استراتژیک و یا یک شریک استراتژیک برخورد شود و زمینه از این مساعد نسازیم تا مذاکرات دیگه که ارتباط به سند امنیتی است و جریان داره او خدشه‌دار شود و تاثیرات منفی وظیفه‌ای که مثلا عدم بیرون رفتن نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردگ، از عدم سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام و اداره زندان بگرام به جانب افغانستان، این وضعی که فعلا به وجود آمده تاثیرات منفی از این اثرات خود بالای مذاکرات دیگه که در ارتباط به سند امنیتی جریان داره با او داشته باشه. پس در اینجا باید از طرف جانب مقابل عملا اقدامات صورت بگیرد تا اون نگرانی هایی که مردم افغانستان داره او رفع شود و تاثیرات منفی وظیفه‌ای بالای روابط افغانستان بیشتر از پیش تاثیر نداشته باشه. بله آقای فیضی، دو پرسش اساسی که مطرح است. یکی است که تاثیر این حرفا شما میدونید در افکار ما، در افکار مردم باقی میمونه. وقتی شما یک پیامی را برای مردم میتین، در ذهن مردم او پیام میمونه، شاید اثراتش هم تا یک مدت زمان دیری بجا بمونه. از این چقدر نگران هستین؟ یک که وقتی مردم میگن که خب رئیس جمهور کشورشان همینقدر از خارجی ها مثلا اتهام همکاری با خارجی ها یا اینکه خارجی ها اهداف پوشیده دارن در افغانستان، میخواین معادن افغانستان رو بگیرن، در این مورد فکر میکنین این پیام چقدر درست هست؟ وقتی که آدم به عمل میبینه که خب امریکایی ها کدام معدن افغانستان یا گرفتن، مثلا آیا تابال ما کدام گزارشی داریم که یکی از معدن افغانستان به زور نیروهای خارجی ها گرفتن یا برای خودشان؟ ما هم نگفتیم که کدام کشور به زور کدام معدن افغانستان گرفتن، ولی گفت که خواهان به زور گرفتن کدام معدن باشه. به گونه در صحبت رئیس جمهور که اهداف از اینا اهدافی دارن، با معدن ما اهدافی دارن، با ذخایر ما اهدافی دارن. وقتی این مسائل مطرح میشه، خود طبیعیست یک تاثیر دیگه، هر شهروند حق داره از او یک تصور در ذهنش داشته باشه. این چطور باز میتونین در آینده ترمیم کنین؟ خب به قسمی که شما گفتین، من فکر نکنم که به قسم صحبت های رئیس جمهور هدفشی بوده باشه که نشان بده که برخی از کشورها هدف پنهانی دارن و یا میخوان بعضی از معدن افغانستان به زور بگیرن. بس اما نگفتن، ولی گفتن که برای ما، حتی گفت امریکا هم گفتن که اونو معدن به ما بدین، اونو معدن به ما بدین. شک نیست، خب گفتن کتبا اسنادی وجود داره که خواسته شده در مذاکراتی که رئیس جمهور در واشنگتن انجام داد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خود در این باره علاقمندی خود نشان دادن که افغانستان، که ایالات متحده آمریکا میخواهد که یعنی علاقه داره در برخی از معدن افغانستان. خب این موارد است که بر اساس صحبت هایی که صورت گرفته صورت میگیره، اما این به شکلی که شما گفتین من فکر نکنم که چنین بوده باشه، رئیس جمهور هدفش این بوده باشه که نشان بده برای مردم همین گونه است که اینا وقتی اهدافی دارن، یعنی اینا نامدن که من کلمه اهداف اینجا... من به خاطر ندارم که رئیس جمهور گفته باشه که ایالات متحده آمریکا اهداف دیگه دارن برای معدن افغانستان و تمام خارجی ها را، گفتن، اما تماس های که صورت گرفته در ارتباط به علاقه مندی برخی از کشورها به خصوص ایالات متحده آمریکا در معدن افغانستان، در این خود شک نیست که یعنی خب بله و شما هم تشخیص میکنید سرمایه‌گذاری های خارجی در این معدن افغانستان که میکنه، یعنی او موضوع نگرانی نیست، اما نگرانی هایی که بین مردم افغانستان داره او به اساس وضعیتی که است به او برمیخوره. آیا مردم میدان ورده که امروز شاید تظاهراتشان بودیم در شهر کابل، آیا به اساس اظهارات رئیس جمهور با سرک برآمدن و یا به اساس نگرانی هایی را که در میدان وردک دارن و اعضای فامیلشان لادرک است و بالاشان شکنجه صورت گرفتم، اعضای فامیل خود از دست دادن، یا به او اساس و دست به تظاهرات زده بودن؟ امروز یقینا که حالتی که بالا از وا میگذره او خودش باعث ازی شده که یا امروز دست به تظاهرات بزنن. پس ما میگیم که تنها و تنها همکاری صادقانه ایالات متحده آمریکا در راستای همین مشکلات موجود و نگرانی هایی که مردم افغانستان در حکومت افغانستان داره میتونه که وضع نرمال بسازه.
بله. آقای فیضی، پرسش دیگه ای است که یک همسویی در هر کشور، وقتی کشور با یک مرحله حساس و مشکل روبرو می باشه، مثلا شما گفتین که هنوز هم خواستار از هستین که پیمان یا توافقنامه دو جانبه امنیتی را با ایالات متحده آمریکا امضا کنین، که در اونجا در رابطه با حضور دراز مدت نیروهای خارجی در افغانستان یا به ویژه نیروهای آمریکایی در افغانستان توافق صورت میگیره. پس اگر شما از حال اینقدر بی‌اعتماد هستین در مورد آمریکایی‌ها و اینقدر مشکل وجود داره، پس چی تضمینی وجود داره که او را هم به امضا برسیم یا چی نیازی است برای امضای از او توافقنامه؟ خب این برمیگرده به این که ما چی می‌خوایم از ایالات متحده آمریکا. ما به شما گفتم که افغانستان خواهان گسترش روابط با ایالات متحده آمریکا است. ما می‌خوایم که روابط قوی و استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. زمانی که این موقف ما باشه، یقینا که ما در این راستا کار میکنیم. به می دلیل است که ما هنوز هم مذاکرات ما ادامه داره در ارتباط با امضای سند امنیتی با ایالات متحده آمریکا و می‌خوایم که سند به امضا برسه، البته با توجه به شرایطی که افغانستان داره و خواسته هایی که افغانستان داره، چون که این رابطه داد و گرفت از هر کشور کوشش میکنه که کم به توضیحات بگیره. فعلا ما مذاکره ما به حد رسیده که خواسته ها و شرایط هر دو کشور را ما میخواهیم که یک بیلانس به وجود بیاره که چی چیزایی را ایالات متحده آمریکا میخواهد و در مقابل چی چیزایی را میخواهد به افغانستان بده. خواسته های ما چی است، شرایط ما چی است، باید یک بیلانس به وجود بیاره که در این راستا مذاکرات جریان داره. این خودش بیانگر عزیزه که ما خواهان ادامه روابط با ایالات متحده آمریکا هستیم. اما تنش های فعلی که به وجود آمده ناشی از یک سلسله مواردی است که باعث نگرانی شده که ما نمیخوایم باز تکرار کنم. اما در این قسمت باید در پله ازی که افغانستان میخواهد به همکاری های خود و روابط خود با ایالات متحده آمریکا ادامه بده، ما خواهان وجود آوردن وضاحت هستیم و خواهان اقدامات عملی جانب آمریکا هستیم که در این موارد که نگرانی وجود داره، در اینجا باید اقدامات عملی صورت بگیره. بله آقای فیضی، آخرین پرسشی است که یک پس از این تنش ها در روابط که شما هم میپذیرین که واقعا تنش وجود داره و تا حد زیادی هم شدید هست، پس مردم نگران از این هستن که بالاخره چی خواهد شد؟ آیا رئیس جمهور به حالتی خواهد رسید که برای خارجی ها پاسخ بده که نه دیگه ادامه نمیشه داده، میتونین که رختتان بربندین از افغانستان؟ خوی بازم تعلق میگیره به پیشرفتایی که در این راستا صورت باید بگیره. اگر واقعا به این خواسته های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان در موارد مختلفی که ما قبلا از نام بردیم، در این راستا اگر واقعا همکاری ها صورت بگیره و این مشکلاتی که به وجود آمده حل و فصل شوند، هم در ارتباط به موضوع زندان بگرام، هم در ارتباط به خروج نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا از میدان وردگ و برخی از موارد دیگه که در او باره اختلاف نظرهای جدی موجود است میان کابل و واشنگتن، اگر تمام از این موارد از جانب ایالات متحده آمریکا همکاری واقعی صورت بگیره، یقینا که وضع بهتر میشه و تنش‌هایی که به وجود آمده این مشکلات رفع میشه و ما میتونیم که در یک فضای خوبتر و مذاکرات خود ارتباط به سند امنیتی هر دو کشور ادامه بده تا باشه که در نتیجه سند به امضا برسه. اما من یک بار دیگه میخوام که اطمینان بدم که افغانستان میخواهد که روابط قوی و استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داشته باشه و در این راستا ما کوشش خود انجام دادیم و میتیم. من گفتم که مذاکرات ما با مقامات ایالات متحده آمریکا روزمره جریان داره در ارتباط به تمام از این مواردی که نگرانی شده برای افغانستان. در تمام از این موارد ما وارد مذاکره هستیم. امیدوار هستیم که در نتیجه مذاکرات دو جانبه شاید ازی باشیم که در تمام از این موارد اقدامات عملی صورت میگیره و این نگرانی های مردم افغانستان رفع میشه. بله آقای ملفیزی سخنگوی رئیس جمهور، جان سپاس از شما از حضورتان در برنامه. تشکر شما. و دوستان عزیز، از شما هم که تا ایدن ما را همراهی کردین جان سپاس. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.